بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین برنامه امروزی ما در ارتباط ترجمه و تفسیر آیات 37 الا 39 سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. در آیات گذشته بحثی تشریف آوری حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة و السلام به زمین بیان گردید و حالا بعد از این که حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة و السلام به زمین تشریف آوردند و یا این که در آیات گذشته واقعه داخل شدن حضرت آدم علی نبینا در جنت بیان گردید و ممنوع قرار گرفتن یک درخت که باید حضرت آدم علی نبینا و حضرت حوا از اون درخت بعد استفاده نمی کردند. زمانی که حضرت آدم علی نبینا علیه السلام از آن درخت استفاده کردند و سبب گردید که تا به زمین تشریف بیارند.
در این آیات زمانی که حضرت آدم علی نبینا علیه السلام در ظاهر یا سهوان و فراموشن بلکه فراموشن از آن درخت ممنوعه استفاده کرد و الله جل جلاله بعد از این که حضرت آدم علی نبینا و حضرت حوا از آن درخت ممنوعه استفاده کردند به فراموشی، چرا قرآن کریم می فرماید که فنسی آدمو، حضرت آدم فراموش کرد و از اون درخت استفاده کرد. از طرف الله جل جلاله دستور رسید که شما پایین شوین به زمین، چون انبیاء علیهم السلام مقامشان بلند است. حضرت آدم علی نبینا پیامبر بود و بعد از اینکه فراموشن انکار از حضرت آدم سر زد، گرچه در شریعت اسلامی ما در شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نسیان و فراموشی جرم پنداشته نمی شود، اما چون حضرت آدم پیامبر بود و در حق پیامبران یک تخطی بسیار کوچک هم یک جرمی بزرگ پنداشته می شود، بنابراین در ظاهر اینجا ثابت است که حضرت آدم علی نبینا علیه السلام نافرمانی از پروردگارش کرد. حالا که قرآن تصریح می کند که فنسیه، حضرت آدم فراموش کرد، و فراموش کردن و مرتکب شدن در دین اسلامی ما در قرآن کریم گناه نیست، در شریعت های گذشته هم گناه نبود. کسی که سهوان یک جرم مرتکب می شود یا فراموشن مرتکب می شود، الله جل جلاله فراموش را گناهش را برداشته. مثلا خوردن روزه جرم است، کسی که روزه را بخورد مجرم شمرده می شود، اما کسانی که فراموش میکنن و روزه را میخورن، پیامبر علیه السلام میفرمایند که اونها مهمان الله قرار گرفتند و روزهشان هم به حالت خود باقی است و گناهکار هم نیستند. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام فراموشن از آن درخت استفاده کرد، چون که پیامبر بود، مقام پیامبر بلند است، بنابر این قرآن تخطی تلقی کرده، بنابر نبوت، بنابر مقام انبیاء علیهم السلام، ورنه حضرت آدم علی نبینا قصدن از آن درخت استفاده نکرده است، بلکه فراموشن استفاده کرده و فراموش جرم شمرده نمی شود، چون پیامبر بود و مقامشان بلند و عالی بود. قرآن کریم او را تخطی تلقی کرد و او را تخطی خواند. حالا بعد از این که حضرت آدم علی نبینا از اون درخت خورد و فرمان به اونها رسید که شما پایین شوین از جنت، خو حضرت آدم علی نبینا علیه السلام بسیار شرمنده و خجالت و بسیار ندامت و پشیمانی کرد. مفسرین نشته می کنن حضرت آدم علی نبینا از فرط پشیمانی، از درجات بلند خجالتی، هیچ زبانش به گپ حرکت نمی کرد، تنها سکوت اختیار کرده بود و خاموش حضرت آدم نشسته بود و گریان میکرد. بنابراین الله جل جلاله در این آیات میفرماید چون خدای ما عالمی ظاهر و عالمی باطن و حرف بلند، حرف مخفی و حتی رازهای قلب را الله جل جلاله میداند. خدای یکتا دید که حضرت آدم سخت پشیمان است، سخت ندامت میکند در قلبش که حتی زبانش به حرف نمیگردد که چیزی را اظهار کند، چیزی را بگوید. به این قدر هم حضرت آدم قادر به گفتن نبود. مفسرین نشته میکنند حضرت آدم علی نبینا در خلقتش بسیار رقیق القلب، قسمی که امروز ما شما هستیم، مردمایی هستند که حالات بدی را میبینند خیلی ها متاثر میشوند. بنابر این حضرت آدم علی نبینا علیه السلام که این کار از دستش فراموشن سر زد، بسیار ناراحت شد، این قدر ناراحت شد که حتی قادر به حرف زدن نبود و زبانش به حرف نمیگشت. بنابر این الله جل جلاله دانیست که ای آدم از ما زیاد خجالت شده، شرمنده شده و در قلبش ندامت میکند که ای کاش من این کار را انجام نمیدادم. اینجاست که الله می فرماید فتلقا آدم من ربه، حضرت آدم علی نبینا آموخت از پروردگارش چند کلمه
وقتی که الله جل جلاله قلب حضرت آدم را دید که بسیار ندامت و پشیمانی نشان میدهد از ارتکاب این جرم یا از خوردن این درخت، پس الله جل جلاله چند کلمات را به او آموزاند. وقتی که خجالت هستی، وقتی که ندامت میکنی، پشیمان هستی، پس این کلمات را بخوان. فتلقا، پس یاد گرفت حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاه و السلام من ربه، از پروردگارش کلمات، این چند کلمه. فتاب علیه، خدای یکتا برگشت به حضرت آدم علی نبینا به قبول توبه. یعنی الله جل جلاله زمینه الفاظ توبه را به حضرت آدم فراهم ساخت. حضرت آدم چون توبه کشیده بود، چون در قلبش ندامت و پشیمانی نشان داد، الله جل جلاله آگاه شد، بعد از او چند کلمات را به حضرت آدم آموزاند، گفت اینی کلمات را بخوان. فتاب علیه، پروردگار برگشت به حضرت آدم علی نبینا در حالتی که توبهش قبول میکرد. اینه هو التواب الرحیم، به تحقیق خداوند قبول کننده توبه ها و رحیم و مهربان است. قلنا، الله جل جلاله می فرماید که ما گفتیم به آدم علی نبینا، به حضرت هوا، اهبطوا منها جمیعا، همه تان از این جنت پایین شوید. قسمی که در آیات گذشته من حضورتان عرض کردم که از این کلمه دانسته شد که جنت در بالاست. چرا؟ خداوند میگه اهبطوا منها جمیعا، شما همگیتان یک جا پایین شوین از اینجا. پس معلوم گردید که زمین پایین است، جنت بالاست. جنت از آسمان هفتم برتر، اونجا جنت است. الله به حضرت آدم و حضرت حوا فرمود اهبطوا منها جمیعا، شما اردویتان پایین شوین. فاما یأتینکم منی، پس اگر آمد، اگر رسید بر شما از طرف من هدایت، هدن هدایت توسط وحی، فمن تبع هدایا، پس هر کس که راه رفت بر هدایت من، عمل کرد بر هدایات من، بر فرمان من عمل کرد، فلا خوف علیهم، پس ترس نیست بر اونها، ولا هم یحزنون، و اونها اندوهگین هم نیستن. الله جل جلاله زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا را از جنت پایین کرد به زمین، این حرف را ایراد فرمود که شما پایین شوین مگر من به شما توسط وحی هدایت روان میکنم، به اولاده تو توسط وحی هدایت روان میکنم. هر انسانی که بر هدایت من گام برداشت، فرمان مرا قبول کرد، به او عمل نمود، پس فلا خوف علیهم، و بس در روز قیامت بر آنان ترس نیست، ولا هم یحزنون، و نه بر آنها و نه آنها اندوهگین هستند. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدند، انکار کردند از حقایق، انکار کردند از وحی من، انکار کردند از کتابهای فرستاده شده من، و کذبوا و دروغ پنداشتند و تکذیب کردن کتاب که کذبوا بی آیاتنا، و دروغ پنداشتن نشانه های ما را، علامه و معجزات که به انبیاء علیه السلام داده شده اونها را دروغ پنداشتن، اولائی که ایشان اند اصحاب الناری، صاحبان دوزخ، هم فیها خالدون، همین متکبرین، همین کفار، همین کسانی که تکذیب کردن، اینها از جمله کسانی هستند که در دوزخ برای همیش باقی میمانند. این بود ترجمه آیات تلاوت شده. حالا روی تفسیرش میخواهم بحث بکنم. ربط آیات در آیات گذشته از وسوسه شیطان و لغزش حضرت آدم علی نبینا علیه السلام در اثر لغزش حضرت آدم، بیرون آمدن حضرت آدم از بهشت و فرود آمدنش به زمین سخن به میان آمد. در آیات گذشته ثابت شد که حضرت آدم علی نبینا را شیطان لغزانید،
و به توسط این لغزانیدن حضرت آدم و حضرت حوا مأمور به این شدن که به زمین فرود آین. حضرت آدم چنین خطاب نمود و عتاب کرد الله جل جلاله، آنقدر سنگدل هم نبود حضرت آدم که بتواند آن را تحمل کند، بیتاب شده فورا ملتجی عفو و درگذشت شد. حضرت آدم الان بینا وقتی که مورد عتاب خدا قرار گرفت، بنابر لغزشی که از طرف شیطان به حضرت آدم شیطان سبب شد و حضرت آدم مرتکب شد، حضرت آدم فورا دست به دعا شد، به التجا شد و به برگشت به سوی خدایش شد و توبه کشید. ولی بنابر معرفتی که پیامبرانه و از بیم نهایی آن نتوانست حرفی از زبان بر آورد، هیچ جرأت نکد حضرت آدم علی نبینا که حرفی بزند، اما در قلبش اندوهگین شد، در قلبش ندامت نشان داد، پشیمانی نشان داد، که خود اینمی ندامت و پشیمانی تقاضای عفو و بخشش را میکرد، که یعنی از الله بخشش میخواست. بنابراین رب العزت خداوند یکتا که از رازهای دل آگاه است، نسبت به بندگانش کریم است، نسبت به بندگانش رحیم است، این حالت حضرت آدم علی نبینا علیه السلام را مشاهده کرد و دید که حضرت آدم از فرطی ناراحتی سر به سکوت گذاشته و گریان می کند و توبه می کشد و ندامت نشان می دهد. بنابراین درخواست عفو حضرت آدم را با کلمات چند که خدای یکتا به او آموزند، این را الله جل جلاله پذیرفت. خدای ما عالم رازهای قلب هاست. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام بسیار پشیمان شد با این عملی که انجام داد، که سبب عتاب او گردید، سبب مؤاخذه او گردید، سبب مؤاخذه همسرش گردید و هر دویش خدای یکتا امر فرمود که شما همین حالا از جنت خارج شوین، بروین و پایین شوین به زمین. این حالت و این امر از سوی الله جل جلاله زمانی که به حضرت آدم رسید، حضرت آدم بیتاب شد، حضرت آدم رو به سجده آورد و ندامت و پشیمانی کرد، در قلبش آنجا بود که خدای یکتا کلمات را برش آموزند که به این کلمات تو از من معذرت بخوا. سپس خداوند یکتا با ترحم به سوی او متوجه شد، فتاب علی، با ترحم به سوی حضرت آدم علی نبینا متوجه شد، یعنی توبه او را پذیرفت. بیشک اوست توبه پذیر و مهربان، خدای ما پذیرنده توبه و مهربان است. اما چون در فرود آمدن حضرت آدم به زمین هزاران حکمت و مصلحت نهفته بود، مانند پدید آمدن نسل جدید انسان، از نجات او در میان ملائکه ها و جنها و مکلف شدن آن به احکام شرعی، با دریافت نوی از اختیار و برگزار شدن خلافت الهی و تنفیذ حدود خدای یکتا و احکام شرعی در میان انسان ها. این رازهایی بود که باید حضرت آدم علی نبینا علیه السلام به زمین تشریف می آورد. برخی از فرشتگان هم این جایگاه را پیدا نکردند و خواستند که به حیث خلاف خلیفه در زمین پایین شوند، اما خدای یکتا نخواست و این مقام را و این جایگاه را خداوند یکتا به حضرت آدم به اولاده حضرت آدم نصیب فرمود. بنابراین حضرت آدم علی نبینا علیه السلام بعد از ایک توبهش قبول شد، باز هم فرمان خدا بر نگشت، باز هم امر الله منسوخ نشد. پس ثابت شد که فرود آمدن حضرت آدم از جنت به زمین به خاطر عتاب نبود،
به خاطر سرزنش حضرت آدم نبود. چرا؟ زمانی که انسان گناه بکند و پس به الله بر بگردد و خدای یکتا توبهش قبول بکند، تعذیرات الله بر می دارد. الله انسانی که توبهش قبول شده مؤاخذش نمی کند. پس تشریف آوری حضرت آدم به زمین عتاب نبود. تشریف آوری حضرت آدم به زمین عذاب خدا بر حضرت آدم و حوا نبود. چرا؟ الله می فرماید که فتاب علیه، پروردگار متوجه شد به توبه بالای حضرت آدم. چرا؟ انه هو التواب الرحیم، خدای ما پذیرنده توبه و مهربان است. پس ای تقاضا می کند که حضرت آدم باید مجازات نمی شد. پس ثابت شد که حضرت آدم مجازات نشده و تشریف آوریش بنابر حکمتهایی بود که حضرتان بیان کردم که از نسل حضرت آدم جانشینهای متعدد، انبیای متعدد، 1,24,000 پیامبر آمدنی بود، سرور کائنات پیدا شدنی بود، کتابهای مقدس و کتابهای معظم نازل شدنی بود. بنابر این الله جل جلاله حکم خود را منسوخ نگردانید و حضرت آدم و حضرت حوا را به زمین فرود آورد. چرا؟ از مشوره الله جل جلاله همراه با ملائکه دانسته شد که حضرت آدم ناگزیر باید به زمین تشریف بیارند. این جاعل فی الارض خلیفه، بنابر این با وجود مورد عفو قرار گرفت حضرت آدم. حضرت آدم از لغزش دستور فرود آمدن او به زمین منسوخ نشد و بر حال باقی ماند. البته کیفیت آن تغییر یافت که نخست به صورت سزا و دستور حاکمانه الله جل جلاله بود، همزمان که حضرت آدم فراموشن از درخت ممنوعه همراه حضرت حوا استفاده کردند. بنابر تعذیب الله فرمود که شما پایین شوین از جنت. بنابر قدرت حاکمانه الله جل جلاله این فرمان به حضرت آدم و حوا رسیده بود. مگر زمانی که حضرت آدم و حوا توبه کشیدند، الله توبهشان را قبول کرد. پس نوعیت فرود آمدن تغییر خورد. اول به خاطر تعذیب بود، بعدن به خاطر حکمت حضرت آدم فرود آمد. به خاطر بجا آوردن امر قبلی الله و مشوره قبلی الله به زمین فرود آمد. قبل از این که حضرت آدم را خداوند یکتا پیدا بکند، به ملائکا گفته بود که این جاعل فی الارض خلیفه. اینجا نگفته بود که این جاعل فی الجنت خلیفه. اگر خداوند میگفت این جاعل فی الجنت خلیفه، اگر این قسم به جنیات میگفت، پس ما مسلمن میدانستیم که فرود آمدن حضرت آدم، فرود آمدن حضرت حوا از جنت به زمین بنابر تعذیب خداوند صورت گرفته. اما خدا گفته بود که این جاعل فی الارض خلیفه. قبل از پیدایشش گفته بود که ملائکا من در زمین جانشین خودم می آفرینم به نام آدم، که ملائکا مخالفت ورزیدن و گفتن که حضرت آدم شایستگی خلافت را ندارد. الله به علم کامله خود گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، آنچه را من می دانم شما نمی دانید. بنابر این علم کامله خود الله جل جلاله حضرت آدم را خلق نمود. پس تشریف آوریش به زمین بنابر تعذیب نه، بلکه بنابر پلان قبلی الله جل جلاله صورت گرفته. الله چون خواسته بود که در زمین جانشین خود روان کند، ناگزیر حضرت آدم باید تشریف می آورد. پس ثابت شد که تشریف آوری حضرت آدم، حضرت حوا به زمین تعذیباً نه، بلکه به خاطر ماموریتی که از طرف الله برشان داده شده بود به زمین فرود آمدن. اون عملی که در جنت انجام داد و خدای یکتا گفت که شما خارج شوین از جنت و به زمین بروین، اون به توسط توبه حضرت آدم مرفوع گردید.
خدای یکتا مورد عفو خود قرار داد، بعدن که امر فرمود و امر خدا پس نگرفت بنابر حکمتش بود، بنابر پلان قبلیش بود. الله قبلا پلان گرفته بود که حضرت آدم را به زمین بفرستد. لذا امر فرود آمدن مبتنی بر حکمت و همراه با اعزاز خلافت الهی صورت گرفت. حالا دانستین که حضرت آدم الان بینا که از جنت به زمین فرود آمده، بنابر اعزاز، بنابر بلند بودن مقامش، بنابر جایگاه خلافت تشریف آورده، نه به خاطر تعذیب. این هست ترجمه و تفسیر این آیات. دیگر شما حق ندارین که بگوین که حضرت آدم علی نبینا تعذیباً فرود آمد، حضرت آدم علی نبینا تعزیزاً فرود آمد، حضرت آدم علی نبینا با مقام خلافت به زمین فرود آمد، حضرت آدم علی نبینا به خاطر پرساختن امر الله به زمین فرود آمد، حضرت آدم علی نبینا علیه السلام به خاطر تطبیق پلان قبلی الله که قبل از پیدایشش الله فرمود که این جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشین خود را می آفرینم، به خاطر بجا آوردن این دستور قبلی الله، این تصمیم قبلی الله جل جلاله، حضرت آدم و حضرت هوا به زمین تشریف آوردند. اما اون حرف و حرکاتی که در جنت قرآن نقل کرده، او توسط وحی، توسط توبه حضرت آدم بخشش شد. وقتی که بخشش شد دیگه حضرت آدم را الله تعذیب نکرده و حضرت آدم هم مرتکب کدام جرمی نشده. چرا؟ به خاطری که فراموشن این کار صورت گرفته. فراموش در شریعت اسلامی جرم پنداشته نمی شود. پس اگر شما بگون چرا خدا میگه که تخطی کرد، به خاطری مقام بلندش که نبوت بود، به خاطری مقام بلندش که خلافت بود، الله وانمود کرد که ای از ما سر باز زد، وگرنه گناهی که من و تو انجام میدهیم حضرت آدم انجام نداده. انبیا معصوم اند. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما گردید و انشاءالله به ادامه تشریف آوری حضرت آدم به زمین در برنامه بعدی انشاءالله که بس خواهیم کرد. تا فرارستنی برنامه بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر